بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. این برنامه فوق‌العاده دوشنبه ساعت 5 از واشنگتن برای شما پخش میشه. دلیل فوق‌العاده بودنش اینکه با آقای مینویی هفته پیش برنامه‌ای داشتیم تا پس از اون سه برنامه که در تلویزیون مردم پخش شد و صحبت‌ها و سوالاتی که شما کرده بودین ایشون پاسخ بدن، متأسفانه وقت کم اومد و یک دو روز پیش که با ایشون صحبت میکردیم گفتیم که امروز هم بیان و در این موردی که صحبت شده بود و سوالاتی شده بود ایشون صحبت کنن. اجازه بدید که من هم به ایشون سلام کنم، هم خوش آمد بگم، و چون ایشون دوست داره بگیم درود، با ایشون بگیم سلام و درود بر شما. و آقای پرویز مینویی، دوستان، یکی از میتونم بگم کسانی هست که سالها من ایشون رو میشناسم، در روزنامه ها و مجلات مختلف مقاله نوشتن، در تلویزیون های مختلف برنامه داشتن و آخرین برنامه شون هم که چهارشنبه در تلویزیون کانال یک پخش شد من دو سه روز پیش از اونها گرفتم و شماره تلفن روش گذاشتم. شما هم یادداشت کنید 281-835-3063، میتونید هم در عین برنامه تماس بگیرید هم وقتی که این برنامه ها روزهای مختلف پخش میشه. آقای مینویی خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید دنباله اون صحبت اگه اشتباه نکنم در مورد آقای رضا پهلوی بود و اینکه ایشون به اصطلاح یه مقداری از دیگران یه سرگردن بلندتره، که من در این قسمت با شما اشکال دارم. بفرمایید هر موضوعی که شما میخواین عنوان کنید میکروفون در اختیار شما و مال شماست. بفرمایید. درود بر جناب پارسا سربی عزیز و درود بر بینندگان تلویزیون مردم. من پرویز مینویی هستم، بسیار خوشحالم که آقای سربی این فرصت رو من دادن که در این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در جلسه پیش دو بحث مطرح بود و این دو بحث، یکی مسئله آقای شاهزاده رضا پهلوی بود، یکی مسئله این بود که ایران در حال ترقی بود و ابرقدرت‌ها نگران بودن که مبادا ایران ژاپن دوم بشه و لذا وسائل سقوط رژیم گذشته رو فراهم کرد. خب من اجازه بدید ابتدا در مورد شاهزاده رضا پهلوی بحث کنم و نظر هم آقای جناب پارسا رو حتما گوش میدم و هم نظر شما بینندگان عزیز رو. ببینید، اگر خود شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته که من به دنبال نه پادشاهیم نه با دنبال جمهوری هستم، من به دنبال این هستم که ملت ایران از این ظلمی که بهش میشه آزاد بشه و به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم برسه، متاسفانه من اون دفعه هم گفتم ببینید یک افرادی نمیذارن که در داخل شخصیت‌های برون مرزی و درون مرزی، افرادی مثلا فرض کنیم که مهاتما گاندی در هندوستان یا لخ والسا در لهستان یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی به وجود بیاد. هر کدوم بخوان یه مقدار رشد کنن سه تا گروه اینا رو میزنن زمین، یکی تهرانه، یکی لندنه، یکی مسکوه. اینا نمیخوان ایران رشد بکنه و در نتیجه یه شخصیتی در ایران پیدا بشه که یک به قول معروف شخصیت قوی و محکمی مثل مثلا اون سه تا شخصیتی که ذکر کردم باشه، اینا اونو به یه شکل خراب میکنن. کما اینکه من حالا نمیخوام رو تلویزیون بگم مثلا یکی از اونا که خیلی مورد احترام منه بر علیه شبنامه درست کردم ال بل 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 بل، از جمله اتهاماتی که بهش زدن اینه که اسم و فامیلش رو عوض کرده. خب هر کس میتونه اسم و فامیلش رو عوض کنه، اینکه چیز مهمی گناهی نیست که من اگه اسمم سید یعقوب بود خب دوست نداشتم سید یعقوب باشه، الان میذارم اسمم پرویز، گویا که من پدرم اسمم گذاشته پرویز، ولی اگر گذاشته بود سید یعقوب خب عوض میکردم، این گناه من نبود. بسیار این کار میکنن. آقای آریان وطنخواه اسمشون احمد بود گذاشتن آریان وطنخواه، آقای شایان کاویانی اسمشون یه چیز دیگه بود گذاشتن شایان کاویانی که البته به دست رژیم از بین رفتن. و به هر حال اینجوری خراب میکنن که آقا این کار کرده این کار کرده این کار کرده. ما متاسفانه بین اپوزیسیون خارج از کشور شخصی رو نداریم که مورد تایید اکثریت باشه، مورد تایید بسیاری باشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی داریم و به قول آقای سربی اونم به خاطر اینکه
پسر محمد رضا شاه و نوه رضا شاه بیشتر مهمه. این یکی دیگه اینه که از اون اول که رژیم اسلامی اومد سر کار و ایشون مثل بقیه به خود تبعیدی رسیدن، یادتون باشه تو جنگ ایران عراق گفت من همون اوائل گفت آقای خمینی من خلبان جنگی هم، تمرین دیدم، اگه بذارید میخوام میتونم بیام برای دولت ایران به جنگم و از سرزمینم دفاع کنم. خب کسی به این صحبت ایشون پاسخ نداد، من نمیدونم اگه گفتم بیا چی میشد، ولی به هر حال پاسخی داده نشد. در این 35-6 سال 37-8 سال همیشه یک حرف زده، گفته رأی مردم و آزادی و سکولاریسم و دموکراسی و نهایتا همیشه گفته رأی مردم، مردم بخوان پادشاهی باشه، مردم بخوان جمهوری باشه، و به علت شخصیت خودش و به علت خدمات پدر و پدر بزرگش یک محبوبیتی داره. ببینید جناب سوریا بینندگان عزیز، ما اگر به دنبال ایدئال باشیم، ایشون ایدئال نیستن، اصلا هیچ کس ایدئال نیست. ما یک کسی رو میاریم، اون کس رو بهش کمک میکنیم، فعالیت میکنیم تا اون تبدیل میشه، یعنی تبدیل نمیشه به ایدئال، بلکه به اون ایدئالی که ما میخوایم نزدیک میشه. مثلا اگر شما خدمات رضا شاه رو قبول داشته باشید که تخت سیاه و نیمکت و مدرسه رو آورد، به همه جا دادگستری رو آورد، راهن رو آورد، دیگه رفع حجاب از زنان کرد، مردان رو لباساشون یک شکل کرد، امامزاده ها رو از دست آخونده گرفت داد دست اداره اوقاف، دعوه ها رو از دست آخونده گرفت داد دست دادگستری و بسیاری کارهای دیگر در راه ترقی ایران کرده، اینو قبول داشته باشیم. خب اولش که کسی نبود، که این یک آدمی، یه سرباز بود، کم کم اومد در مزارع سربازی و اینا نظامیگری بالا رفت تا به درجه جنرالی رسید. در اونجا مورد انتخاب آقای سجیادین طباطبایی به عنوان یک جنرال قدرتمند قرار گرفت و اومد سردار سپه نام گرفت. از اون به بعد یه دفعه زمینه فراهم شد، ایشون ترقی کرد و ترقی کرد و ترقیش به دست خودش که نبود، که مردم کمکش کردن، رجال تحصیل کرده ایران مثل داور و تیمورتاش و محمد علی فروغی و بسیار دیگر کمک کردن به این که ایشون رشد بکنه. حالا اگر ایشون یه روزی هم به اونایی که کمک بهش کرده بودن کذب کرد و وسائل حتی تیمورتاش رو در زندان کش اون دیگه بماند، ولی به هر حال مردم باعث ترقی شدن. شاهزاده رضا پهلوی یک فردی است که این گروهی که در ایران تظاهرات کردن از دی ماه 1396 در نزدیک 100 شهر ایران تظاهرات کردن، این تظاهرات شعارهایی داشت که این شعارها ساخته شده به وسیله یک عده‌ای که به طور نامرئی این تظاهرات رو راهنمایی میکنن ساخته شده بود. یکی از اون شعارهایی که اول مطرح بود حتما همه شنیدید، گفتن کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره، و اینه در همه شهرها میگفتن. این تصادفی نیست، این مثل شعار توی میدون فوتبال نیست که یکی بگه مثلا فرض کنید که نمیدونم فلان، اون یکی بگه فلان، اینجوری نیست. اونا که اومدن تو خیابون شعار میدن، اینا جونشون رو به کف خود دستشون گذاشتن، اینا هر کدوم گرفتار بشن حداقل 10 تا 20 سال زندانی میکشن، اینا بسیارشون گرفته شدن، محکوم شدن و زندانهای طویل مدت دارن. ما نمیتونیم سهلنگاری کنیم بگیم اینا همینطوری گشاد گشاد راه نروید، اینا هم گفتن گشاد گشاد راه نروید، اینجوری نیست. اینا آدمای فکر کرده، تحصیل، نمیخوام بگم تحصیل کرده چون زیاد تحصیل کرده نبودن، طبقه کارگر بودن بیشتر، کارگر دکترا معمولا نیستش دیگه، تحصیلات زیادی نداره. اینا قشر متوسط ضعیف مملکت بودن، ولی با آگاهی و فکر کامل اومده بودن و شعارها شعارهایی بود که یه مراکزی تهیه شده بود و همه این شعارها رو قبول کرده بودن. اینطوری نیست که در شعارهای سیاسی یه کسی یه چیز بگه اونا تکرار کنن. من در همین شهر استون ما، شاید یک عده یادش باشه، یک زمانی قرار شد که همه گروه ها یک تظاهراتی رو به یک دلیلی انجام بدن. اون کسی که شعارها تکرار میکرد و میگفت، یه دفعه گفت مرگ بر موسوی، وسط جمعیت یه دیگه اومدن بیرون گفتن آقا ما قرار بود که شعار ندیم، ما گروه سبزیم، ما طرفدار موسویم، ما اومدیم با شما همکاری میکنیم، دلیل نیست که شما با اونی که ما قبول داریم فوش بدید. درست میدونیم، مثل اونه، مثل که مثلا ما بریم به یک نفر
که مثلا فرض کنیم که بودایی هست، بیاریمش جلو تلویزیون بنشونیم و شروع کنیم به بودا رو مسخره کردن. ما میتونیم از این آدم بودایی انتقاد کنیم، بگیم آقا دین بودا این اشکال داره، این اشکال داره، ولی نمیتونیم بودا رو مسخره کنیم. این دور از اخلاقه که یک بودایی رو بیاریم بعد بودا رو مسخرهش کنیم و لغات بد تکرار کنیم، دربارش صحبت کنیم. حالا دقیقا همونطور اینجوری نیست که هر کس هر چی گفت تکرار کنم. این تکرار کردن ها مال شعارهای سینه زنی و دسته و ایناست که اون میگه نمیدونم یه چیزی، اون بقیهش میگه و مثلا حرفای خنده داری در میاد. مثلا اون یکی میگه ای یزید آتش زدی بر خرمنم، این شعار دو قسمت میگن. یک کسی میگه، یه گروه میگن ای زدی ای یزید آتش زدی، اون دیگری میگه خرمنم خرمنم. این شعارهایی که بیمنیه اونا مال سینه زنیه که اصلا نمیفهمن چی میگن. تکرار میکنم، شعارهای سیاسی نمیتونه بگیم گشاد گشاد راه نروید، مردم داد بزنن بگن گشاد گشاد راه نروید، بگیم گشاد چهار گشاد راه نروید چهار نیست، اونا بگن گشاد گشاد راه نروید چهار نیست. این کوچک گرفتن، این بی ارزش خواندن همینا نیست که جان برکف اومدن خودشو برای کشتن زندانهای طویل مدت آماده کردن، اومدن تو خیابون. ما اینا رو نمیتونیم اینجوری در نظر بگیریم. البته من اینا قبول دارم که اونایی که اومدن گفتن رضا رضا پهلوی ای شاه ایران برگرد به ایران حمایتت میکنیم، اینا اکثریت مردم ایران نیستن. اینا قبول دارم اگه اینو بگیم اکثریت مردم ایران نیومدن به خیابونا، اون گروه واقعا سیاسی نیومدن به خیابونا به چندین دلیل. یه دلیلش اینه اونا از یک باور غلطی تو کلهشون افتاده که میگن این تظاهرات اصولا از دعوای طرفداران ابراهیم رئیسی و آقای حسن روحانی شروع شده و چون از دعوا از جانب اون دوتا شروع شده ما نمیان. یکی دیگه این که اینا باور پیدا کردن که آقای دونالد ترامپ این رژیم رو برکنار میکنه و میگن خب چرا ما جان اون رو خطر بندازیم، آقای دونالد ترامپ که این رژیم رو برکنار میکنه که، و فکر میکنن که الان که این تحریم ها مختصرش انجام شده رژیم به سقوط نزدیک شده. اگر اون تحریمات اصلی قوی تر بزرگتر ظاهر بشه رژیم خود به خود سقوط میکنه، چرا ما بریم تو خیابون جونمونو به خطر بندازیم؟ با این فکر هستن. و یه سری که جوانتر هستن، گستاختر هستن، شجاعتر هستن، اومدن میدون و این شعارهای به نفع عمدتاً به نفع خانواده پهلوی و رضا پهلوی رو سر دادن. و من در اینجا میگم که نمیگم که باز تکرار میکنم حرفمو، آقای رضا پهلوی ایدئال نیستن و اصولا ما ایرانی ها اشتباه میکنیم که دنبال ایدئال میریم. ما باید بریم دنبال بهترین ممکن خودمون. ببینید آقای سوربی و بینندگان عزیز، فکر نکنید که من قسم خوردم یا یه پسرخالگی دارم یا یه چیزی که مثلا میگم شاهزاده رضا پهلوی، نه. ببینید براتون مثال بزنم، آقای دکتر ایمان فروتن که با اون آقای دکتر شاه ولایتی و چند نفر تحصیل کرده و واقعا فریخته هستن، یک گروه نهاد مردمی رو درست کردن. اینا اولش سعیشون این بود که آقای دکتر ایمان فروتن رو به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح تبلیغ بکنن براش، وسطش دیدن که این کار عبثه، بهتر این که یک چهره رو بگیرن و اونم رضا پهلوی رو بندازن جلو. و این شاهزاده رضا پهلوی هم قرار بر اینه که تا مرحله صندوق رأی باشه، در مرحله صندوق رأی دیگه رأی مردمه که هرچی بگه، اگر به هرچی رأی دادن رأی دادن. اگه ما مطمئنیم که اکثریت مردم طرفدار رضا پهلوی نیستن نگرانی نداریم، بلکه این میگه که ما میریم تا صندوق های رأی و تا صندوق های رأی تا وقتی که مثلا رژیم بیفته بر کنار بشه تا صندوق های رأی برسه لابد 4-5 ماه طول میکشه که هم گروه های مختلف بیان خودشون رو معرفی کنن. اون موقع یه سری از داخل ایران میان بیرون، اونایی که الان جرئت نمیکنن بیان، میترسن بیان بیرون بکشنشون. یه سری هم از خارج هستن که الان طرفداری شاهزاده رضا پهلوی میکنن برای که رژیم سقوط بکنه. وقتی رژیم سقوط کرد اون کاندیدای خودشون و اون گروه خودشون و اون مثلا فرض کنیم که رئیس جمهوری که خودشون مورد نظرشون هست میان براش تبلیغ میکنن و میرن جلو. و من فکر میکنم که این اشکال خاصی نباید داشته باشیم، مگر اینکه ما یک دشمنی خاصی داشته باشیم، کما اینکه مثلا در
سال 1357 گروه های چپ و گروه های جبهه ملی که عمدتاً گروه های سیاسی همینا بودن، یعنی گروه دیگه ای نداشتیم. ما گروه طرفداران شاه نداشتیم بین مردم. حالا ممکن بود یه حزب رستاخیز تشکیل میشد، یا حزب مردم، یا حزب ایران نوین، یا این حزب ها، اینا حزبای از بالا به پایین بود. یعنی یه گروهی رو انتخاب میکردن، میگفتن شما 5 نفر بدی یه حزب درست کنید، و اونا میامدن افرادی میگفتن حزب درست میکردن. ولی حزبایی هستن که مردمی هن. ما حزب مردمی طرفدار شاه نداشتیم. حزب مردمی که تو دی مردم بودن اکثرا یا چپی بودن یا جبهه ملی بودن. من جناب صوبی، من الان حدود 80 سالمه و در زمان مصدق، وقتی که مصدق به اصطلاح ارکار برکنار شد، من 15 ساله بودم و چون از 12 سالگی رفته بودم توی حزب پانیرانیز فعالیت کرده بودم، بعد یک دو سالم البته اومده بودم بیرون، لذا به مسائل سیاسی بسیار علاقمند بودم و اهل مطالعه بودم. روزنامه های حزب توده تماما می نوشتن که ارباب فلان کرد، ارباب رعیت انداخت تو تنور داغ، گذاشت دو ساعت تو اون تنور داغ بمونه تا تنبیه بشه، شلاق زد، پسر ارباب دختر رعیت رو آوردن تو خونشون کلفتی، بعد ترتیبش دادن، بعد نمیدونم فاحشه شد، بعد فلان شد، همش از این حرفا بود. وقتی که اصلاح طرزی انجام شد، باز همونا میگفتن اه شما چرا به اینا تراکتور ندادید، براشون چاه عمیق ندادید، بهشون بعض ندادید، بهشون چیزهای دیگه ندادن. جناب صوبی هم اون دفعه گفت اگه کامیونو میدادیم دست راننده میگفتیم مال تو، نمیتونست اداره کنه فلان، شاید هم نمیتونست اداره کنه. ببینید اصلاحات ارضی که در ایران شد، یک عده زمینا رو رها کردن اومدن بیرون. چرا زمینا رو رها کردن اومدن بیرون؟ برای که ارباب در اون موقع، کسی که ارباب بود مثلا 50 تا آبادی داشت، 50 تا روستا داشت، تو این روستاها دینکاری بود، یعنی گندم رو میکاشتن به امید بارون، اگه بارون میامد گندم میامد، اگه بارون نمیامد گندم نمیامد. اون ارباب، اون صاحب زمین، اون خان، چون که 50 تا آبادی داشت، بالاخره از این 50 تا 5 تاش که خوب محصول میداد که اون بارش میبست. اگه تو لندن زندگی میکرد، تو پاریس زندگی میکرد، میومد گندم‌ها رو میفروخت، پولاشو جمع میکرد، پا میشد میرفت بقیه ادامه شد میداد تا سال دیگه دوباره بیاد سر گندم. اما رعیت وقتی گندم نمیومد، یک سال باید با گرسنگی و بدبختی زندگی میکرد. و چیزی که باعث میشد که زمین رو ول نکنه و بره، دو چیز بود. یکی شلاق خان بود، یکی مقصوی آخوند. آخوندها از خانها پول میگرفتن، مرد رعیت که پول نداشت به آخوند بده که. آخوندها منافع خانها رو میخواستن حفظ کنن، به رعیت میگفتن هرچی تو این دنیا ستم بکشید براتون خوبه و اینا همه در اون دنیا براتون باعث میشه برید بهش و براتون خوب بشه. اگر اینجا زنتون هم گرسنگی مرد، اون دنیا عوضش خیلی حوریای خوشگل خواهید داشت. اگه بچه‌تون رو دستتون مرد، اون دنیا وضع بسیار خوبی خواهد داشت. اینقدر تلقی میکنن که رعیت بیچاره باورش میشد، فکر میکنه واقعا بهش جهنمی هست و فکر میکنه اگه سختی بکشه وقتی مرد میره اون دنیا خوبی میکشه. غافل از اینکه وقتی مرد آقا تموم شده دیگه چیزی نیست که. اما وقتی که زمین ها اصلاحات ارضی شد، زمین ها به رعیت واگذار شد، رعیت از میشد کشاورز، از واژه رعیت اومد بیرون. اینا بعضی زمین ها اقتصادی بود، اونا موندن اون تو. بعضی زمین ها اقتصادی نبود، اینا ول کردن رفتن، اومدن تهران، اومدن شهرهای بزرگ، اومدن بلیت بخت‌آزمایی فروختن، شیشه ماشین ها پاک کردن، پول گرفتن، آدامس فروختن، نمیدونم کفش واکس دادن، ماشین شستن، خیلی کارهای کاذب، کارهایی که اگر اینا این کارا رو نمی‌کردن چیزی هم مملکت عقب نمی‌موند. ولی زن و بچه‌شون بهتر غذا خوردن، لباس بهتری پوشیدن و وضع بهتری داشتن. به قول آقای صوربی، حلبی آبادها درست شد. بله، حلبی آبادها درست شد، ولی یادتون باشه حلبی آبادها انقلاب نکردن. اگر یادتون باشه، اگر درست فرام داشته باشید، اولین گروهی که در انقلاب به نفع خمینی شرکت کردن رؤسای بانک‌ها بودن، بعد معلمین بودن، یعنی افراد تحصیل کرده، کارمندان عالی رتبه بانک و دبیرا، اینا اول اتصاب کردن. من یادم دقیقا، یادم یک ملامیزادی بود، آقای مقصودی بود، جاده کرج بود، شاید 40-50 تا کارگر داشت.
وقتی که میرفتن تظاهرات به نفع خمینی، صاحب کارگاه با حسابدارش کارمندای دفترش میرفتن، کارگران گفتن ما نمیایم، کارگران گفتن ما حکومت آخوندی نمیخوان، ما همین حکومتی که هست خوبه. کارگرای ساختمانی علنا میگفتن آقا شما که تظاهرات میکنید، این وقتی که اون معمار ابی بره بگیرنش کسی به ما کار نمیده، ما زن و بچه‌مون گرسنه مونن. اینجوری بود. متها اومدن هی گول زدن گول زدن گول زدن، یه جوری شد که دیگه همه اومدن تو خیابونا. وقتی که بی بی سی اخبار میداد و مردم همه گوش میدادن شبا به بی بی سی رو، بی بی سی میگفت گفتش که آقا در تهران فردا شب برید خیابون آبشار، کوچه فلان، مسجد فلان، علامه، حاج آقا، نمیدونم آیت الله فلان، آیت الله نمیدونم حسین ممتقی که از ما اسمیشن نشینده بوده اونجا تو قنانی میکنه. بعد اون وقت پولایی که از جانب آقای کارتر 150 میلیون دلار با دفتر آقای خمینی کمک کرد، این پولا اومد ایران. یه مدت جلوی بانک ملی، جلوی خیابون فردوسی دلار میفروختن، مردم دلار رو ارزونتر از قیمت بانک میفروختن. برای چی؟ برای که این دلارایی بود که از خارج اومده بود، دیپلمات ها گشتون تو کیفاشون آورده بودن، یاران خمینی و اونا میآورن این دلارا رو ارزون میفروختن که تومن تبدیل کنن، ببرن تومن، چون نمیتونه به کارگره بگی آقا به من 100 دلار میدم، که باید بگی تومن میدم و اینا رو تومن تبدیل کردن. و یکی از این آخوندا، حالا یادم نیست که این در کتاب نامگه حادثه نوشته بود، که رفتیم خونش گشتیم، دیدیم یه مقدار از این دلارایی که اونجا اومده براش، یه مقدار به حساب خودش گذاشته، یه مقدار به حساب دامادش گذاشته، و یه سری پاسپورت فلسطینی توی تشکیلاتشه. آقای مینوی اجازه بدید که چون شما به اصطلاح چیزای زیادی رو مطرح کردیم، من یکی دو تا موضوع رو از شما بپرسم. یکی در رابطه با شعار دادن گفتید، که گفتید این احتمالاً از یه جایی با برنامه شعار داده شده و خیلی هم مرتب بود، همونجوری که شما گفتید، گفتن مملکتی که شاه نداره حساب کتاب نداره، از اون ور گفتن به اصطلاح رضا شاه روحت شاد. خود شما که یه بیزینسمنی هستید که میگید، چون شغلتون رو میدونم، تو کارهای به اصطلاح خاموش کردن آتش رستوران ها و اینها هستین، آره، وسایل یعنی کپسول آتش نشانی و سیستم آتش نشانی رستوران ها رو میفروشیم، نصب میکنیم، اینسپکشن، بله، کلا سیستم های ایمنی و چیز هست. هیچ وقت به مغزتون رسیده که خب اینایی که این برنامه رو گذاشتن، به قول آمریکایی‌ها then what، بعدش چی؟ امروز میریزیم تو خیابون؟ چون شما میگید این از قبل برنامه بوده که به این قشنگی شعار داده شده، این بازی فوتبال نیست که شیر سماور رو به اصطلاح حواله داور کنن. من قبول، ببینید شما، من فکر میکنم اشکال اونجای شروع میشه که اگه چیزی هم که شما میگید من قبول کنم، بعد نمیتونید دنبالش رو بگیری. یکی این، یکی میگید آقای ایمان فروتن و شاه ولایتی، این دوتا دکتر من دیدم، سالها میشناسمشون، سالها باشون به اصطلاح از طریق میدیا سرکله زدم. اولا دکترای اینا در چه رشته ای هست؟ چه احتیاجی هست؟ اجازه بدید، اجازه، مطالبی شما مطرح کنید مثل مقلت هست. نه 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 نه، اتفاقا من میخوام از شما سوال کنم که اونا، ببینید آقای مینوی، شما 20 دقیقه 25 دقیقه حرف زدید، من یک کلمه صحبت نکردم. من اتفاقا میخوام بگم که اینا دارن مغلطه میکنن و متاسفانه شماها که طرفدارشونین، به جایی که سوال کنید، چون خوشتون میاد از چیزایی که اینا میگن، ساکت میمونید و در خیال خودتون یه تخیلاتی برای خودتون دارید. مثلا اگر یکی زنگ میزد میگه آقای فروتن شما چه اجباری داری هی بگی من دکترم، کسی که دیسکو داشته، تو کار موزیک بوده با برادرش، حالا گیرم که دکتر مثلا کامپیوتر باشه، بعد این دکتر بودن شما برای این کاری که انجام میدید چه فایده ای داره؟ ضمناً کسی که، ببخشید اینو میگم، کسی که اینقدر بیشعور باشه تا دیروز فکر کنه اون میتونه رئیس جمهور بشه، امروز بیاد جلو ببینه من نمیتونم رئیس جمهور بشم، بگه آقا رضا پهلوی رو میندازم جلو، بعد آقا رضا پهلوی مگه مثل توپه که من و شما بندازیمش جلو بریم بهش لگد بزنیم؟ این آقا آدم انسانه، خودش بارها گفته من نمیخوام.
خودش چند مدت پیش آمد گفت اگر کسی طرفدار منه ساکت باشه، یعنی دیگه یکم دیگه اگر روش می اومد می گفت خفه بشین بذارید من با برنامه برم. حالا اینا رو داشته باشید. شما میگید که خمینی 150 میلیون دلار بهش داد کارته. من و شما الان دوتامون شهروند آمریکا هستیم، من و شما میدونیم که اینجا با وجود همه این زیر میز کاری ها، پشت پرده کاری ها، یه بالانس ان چکی هست که پدر صاحب بچه رو در میاره. ریگان یقش گرفتن گفتن آقا تو اسلحه دادی به آخوندا. آقای نیکسون رو یقش گرفتن گفتن تو رفتی میکروفون گذاشتی تو حزب مخالف. شما فکر نمی کنی 150 میلیون دلار. بعد چقدر زیبا میگید شما، میگید این پولا رو آوردن ریختن تو خیابون فروختن. آخه کدوم احمقی میاد پول دلار رو بیاره بریزه تو خیابون بفروشه تومن بگیره بعد با این تومن ها چه کار کردن اینا؟ آخه میبینید همون دن وات، شما این کلمه رو بنویسید لطفا، بعدش چی؟ دن وات. هر جا میرسید بگید فلان. همین آقای فروتن، من این آقای شاه ولایتی رو دیدم خیلی قشنگ میاد، واقعا این باید دکترای روزخونی بهش بدن، خیلی قشنگ روزه میخونه. من اصلا بعض وقتا یادم نیست درباره چی صحبت میکنه ولی گریه میکنم، چون اون موقع به حال خودم گریه میکنم. اینا هنوز ازشون پرسیدید آقا برنامه شما چیه؟ یه مدت آمدن جنبش های هسته، پسته، پول خورد، چراغتو خاموش کن، چراغتو روشن کن. شما خودتون تو کارهای فنی بودید و هستید. در کشوری که زمان شاه شبکه سرتاسری را انداختن که اشتباه بود، استاد من آقای مهندس خوشنودی یا خوشبخت این آقا گفت که این شبکه برای آلمان خوبه که کشور کوچولویی هست، شهرها نزدیکه. برای ما شبکه‌های مثل آمریکا وستینگ هاوس خوبه که هر شهری مستقل خودش برنامه خودش داره و هر شهری به جای یه نیروگاه دو سه نیروگاه داره. شما به من بگو یه ایرانی که تو ایران نشسته و تصادفاً برنامه آقای فروتن رو میبینه، وقتی ایشون میگه ساعت 9:30 چراغا رو خاموش کنید، یا تیمسار روحانی رو میبینه از کانال همون آقای ایران آریایی میگه صبح اول مهر بیاین در رو باز کنید نگاه همدیگه کنید بعد برید تو، آخه اینا میگن خب بعدش چی؟ then what؟ اون چیزی که شما گفتید، و چقدر خوشحالم، من هیچ وقت نمیدونستم بی بی سی برنامه های راهپیمایی به اصطلاح آخونده رو اعلام کرده. ببینید اینا چقدر حرومزاده بودن، چقدر با برنامه بودن، چقدر موزی بودن. امروز که برنامه رو به صورت شبنامه میفرستاده، تازه برنامه های بعدش هم رادیو بی بی سی، چرا هیچ کدوم از این دوستان نتونستن توی این 40 سال با رادیو بی بی سی، با وایس آف امریکا، با این همه امکانات جدید یک کاری انجام بدن؟ چرا اینا نمیرن اول از آقا؟ شما اگه دنبال یه منیجر میگردید، اگه یکی گفت آقا بیا این سوربی رو بنداز جلو، میگه آقا بذار من یه زنگ بزنم ببینم سوربی میخواد بیاد برای شرکت من کار کنه، چرا شما تماس نمیگیرید با آقای رضا پهلوی بگید آقا چرا نمیای این کار رو انجام بدید؟ و اگر گرفتید جواب ایشون چی بوده؟ ببخشید بفرم درباره رضا شاه هم شما چقدر قشنگ همه اینا رو میگید که اینجوری شد اینجوری شد، بعد میگید که خب خوب شد. حالا دیگه تیمورتاش هم اگه کش خب اون حالا فعلا کارش نداریم. در صورتی که شما باید بگی رضا شاه تا موقعی موفق بود که همین تیمورتاش ها باهاش بودن، همچین که شروع کرد اینا رو گذاشت کنار، همچین که شروع کرد اینا رو کشت، همچین که شروع کرد اینا رو دستگیر کرد، همچین که شروع کرد دهات مردم رو گرفت، اون موقع افول پهلوی. من ساکت میشم تا آخر برنامه شما صحبت کنید. بفرم آقای تیمورتاش رو با دیگر یاران و مصدق، با دیگر یاران آقای رضاشاه یکی نکنید. آقای تیمورتاش رفت مسکو، رفت با کشورهای مختلف تماس گرفت و توی مهمونی‌های شبانه‌ای که می‌شد، می‌دونید آقای رضاشاه یه اخلاق سربازی داشت، یعنی سر شب یه اگه پیکی می‌خورد یه مثلا یه کار می‌کرد و می‌خوابید، یعنی عادت داشت سر شب بخوابه چون صبح زود پا می‌شد. ولی تیمورتاش و یارانش اینا شب زنده‌دار بودن، مهمونی می‌گرفتن، تو مهمونی رضاشاه رو مسخره می‌کردن و بعدم با دولت‌های بیگانه تماس گرفت و یه دفعه کیفشو عوض کردن. به هر حال نگرانی به وجود اومد که این که داره توطئه میکنه برای علیه کشور و گرفتن کشتنش. ولی آقای محمد علی فروغی رو
مکذوب شد، یعنی خانه نشین شد، کارش نکردن تا آخر عمرش تو خونه بود، مطالعه میکرد، کار میکرد. بعدم آقای رضا شاه وقتی که روسا و انگلیسی ها اومدن تو ایران مجبورش کردن که استعفا بده، فرستاد دنبال آقای فروغی. آقای فروغی اول نیومد، چون که اون کسی که اومده بود دنبالش آقای در شأن خودش نمیدونست. بعد آقای رضا شاه ماشین دربار رو فرستاد، این مأمور عالی بود، بعد فرستاد بچه های فروغی، خانواده فروغی، گفتن اگه از تو بخواد رضا شاه کاری بکنی کمک میکنی. گفت بله، من وجاهت ملی رو برای تو قبرم که نمیخوام، برای که میخوام برای کشورم مصرف کنم. و قبول کرد که نخست وزیر بشه و محمد رضای جوان رو که ولیعهد بود به پادشاهی رسون، در حالی که سفیر انگلیس و سفیر بریتانیا بهش رسیدن گفتن آقا ما هر دوتا تصمیم داریم ایران جمهوری باشه. آقای محمد علی فروغی در حالی که کشورش اشغال این دوتا ارز بود گفت ما تصمیم میگیریم، ما اینجا کشور ماست، شما نبره ما نمیتونید تصمیم بگیرید. حتی من خوندم که آقای محمد رضای جوان و آقای فروغی در همون لحظه گفته آقای فروغی اگه بگونی من برم کنار به نفع مملکت من برم کنار. و اون موقع البته آقای محمد رضا شاه یه روزی اومد گفت من شاهنشاه آریامهرم، دیگه حرفی کردن قبول نداره. ولی اون موقع میگم اینها اول ساخته نمیشن، یواش یواش ساخته میشن. خب آقای مینوی ببخشید من گفتم من صحبت نمی کنم، ولی دوستان روی فیسبوک آقای علیرضا سلیمانی برای شما نوشته که فروغی حذف شد، بعد فروغی از حذف درآمد و شد نخست وزیر محمد رضا شاه. میگن یعنی به اصطلاح حصر خانگی بوده یا هرچی، میگن فروغی در حصر بود، بعد فروغی از حصر در آمد و شد نخست وزیر محمد رضا شاه. یه نکته جالبی رو اینطوریه اطلاعات من، یعنی که فروغی خانه نشین شد، خب نه بله. خودش میل خودش تو خونش بود، هر جا میخواست میرفت، مطالعه نکرد. این متاسفانه یکی دیگه از اشکالایی هست که اگر به اصطلاح دوره پهلوی که فصل نوینی در تاریخ ایرانه، اینا اجازه میدادن یه تاریخ نویسی، یک کسی، دفتری، دستکی باشه، به اصطلاح روزنگاری باشه، چی میگن این رو توی اینا اینجوری نمیشد که شما یه داستان بدونی من یه داستان بدونم. بر فرض که حالا اون تیمورتاش جاسوس بود، شما میگی تو زندان کشتنش، خب این جرمش چی بوده و حکمش چی بوده؟ یعنی ببینید اگه تو زندان کشتنش، قانونی کشتنش آقای سربی؟ نه 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 نه، ببینید تو زندان کشتنش با اینکه رفت دادگاه حکم اعدام بهش دادن کشتنش، این فرق میکنه. تو زندانم خمینی افراد رو کشت، به خاطر همین نایب ولایت آقای منتظری قید ولایت رو زد رفت کنار. یه چیزی دیگه که آقای سلیمانی خیلی تیزبینه دقت کرده و من متوجه نبودم، میگه که همین امروز هم تظاهرات و اعتصابات مثلا کامیونداران را بی بی سی از قبل اعلام میکنند. خیلی قشنگ میگه آقای مینویی، میگه یعنی اگر شما یا آقای فروتن یا آقای رضا پهلوی برنامه ای ندارن، بی بی سی چی رو بیاد اعلام کنه؟ آقای رضا پهلوی تا حالا چند بار فراخوان دادن برای بی بی سی فرستادن، بی بی سی اعلام نکرده که بعد بیاد به مردم بگه که بی بی سی اعلام نمیکنه، دیگه اصلا بی بی سی رو تحریم کنید. یعنی اونا کار کردن، رفتن رابطه ها رو پیدا کردن، به نتیجه هم رسیدن، ولی اینها این کار رو نکردن. ضمناً من چون تاریخ زیاد نمیدونم، ماجرای داور چی بوده؟ شخصی به نام داور، داور یه تحصیل کرده بود که بنای دادگستری ایران رو به دستور رضا شاه پایه‌گذاری کرد و دادگستری رو اون مرتب کرد، حقوقدان بود، بعد خودکشی کرد. آها، خب یکیش بیچاره خودکشی میکنه، یکیشو میکشن. ایشون باز نوشته نه، حذف اجباری بود و با کراهت نخست وزیری محمد رضا شاه را قبول کرد. این آقای سلیمانی تاریخ رو بهتر از من میدونه. آقای سربی، حالا شما فرض کنید که قاضی هستید بین من و این دوست عزیزمون که اینو میگه. بله. وقتی که آقای رضا شاه دارن از مملکت بیرونش میکنن و پسرش هنوز هیچ کار است، از قدرت افتادن، حالا آقای فروغی با کراهت میاد نخست وزیر میشه، چه کراهتی؟ باید با میلش بیاد. اون موقع دیگه زور رضا شاه زور نداره که به زور بگی بیا نخست وزیر بشو. و تازه آقای به اصطلاح فروغی وقتی نخست وزیر میشه که محمد رضا شاه هنوز پادشاه نشده، رضا شاه هم رفته، با کراهت نخست وزیر میشه. به نظر شما این جور در میاد؟
والا میگم من چون تاریخ رو نه، نخوندم، گفتن شما قضاوت کنید اجازه بدید. خب چه وقتی به آدم میخواد، سوشال اجازه بدید، وقتی میخواد آدم قضاوت کنه باید یه منو کار مقداری نیست. دانش داشته باشه. من نمیدونم مثلا ایشون نوشته که داور دق کرد، آخه دق کردن با خودکشی کردن خیلی فرق میکنه. دق کردن مثلا یه مادری فرزندش تصادف میکنه، در عرض یه هفته مادره دق میکنه میمیره، همه هم میگن این استرس بوده یا یعنی یه چیزای امکان داره، ولی من وقتی نمیدونم. شما اینو گفتید، آقای سلیمانی هم اونو گفته، در موردش فکر میکنم، تحقیق میکنم، در این مورد صحبت میکنیم. باز من ساکت میشم، شما بفرمایید. ضمناً من چون دیدم دفعه قبل شما مشکل داشتید که با آقای امیدوار تماس بگیرید، امروز حواستون به تایم باشه، من مسئله ندارم. شما 2 ساعت هم بخوای اینجا باشی میتونی، ولی میخوام اون برنامه ها، چون دیدم شما خیلی سر وقت برنامه هاتون رو انجام میدید، شما خودتون به اصطلاح تایم رو نگه دارید. ممنون، بفرمایید. برحال از این که آقای سلیمانی محبت کردن و توجه کردن و گفتن مسئله، خیلی ممنونم ازشون. برحال این دو مسئله که بین گفته من به گفته آقای سلیمانی اختلاف داره، اختلاف فاحشی نیست. برحال آقای فروغی خانه نشین بودن، حالا ایشون میگن تو خونهشون محبوس بودن، من میگم نه، به میل خودشون تو خونهشون بودن، زیاد فرق نمی کنه. یا مثلا آقای داور وزیر دادگستری بود، حالا من میگم خودکشی کرد، ایشون میگن دق کردن. آخه وزیر که دق نمی کنه که، وزیر به یه چیزی میرنجه، ناراحت میشه، حتما رضا شاه باش رفتار بدی کرده، رفته خودکشی کرده و نهایت انسانیتش بوده که نمیخواسته مثلا فرض کنیم که رو در روی رضا شاه بایسته و ضمن نمیتونست لابد اون وضع ادامه بده و خودکشی کرده. آقای رضا شاه حقیقت اینه که آدم بددهنی بود، فحش میداد و هر کسی، من خودم یه زمانی رفتم مکانیکی یاد بگیرم، یه 2 ماهی رفتم یه جای کار کردم، وسطش یه لحظه اون یارو من یه فوش کار مادر داد، من ول کردم اومدم بیرون. خب هر کسی نمیتونه، هر کسی یه اخلاقی داره، یه چیزی داره، شاید داور عیسی ناراحت بود، برحال یا خودکشی کرد یا دخ کردی، حالا فرق نمیکنه، برحال دیگه مردش، این حقیقت اینه که اینجوری. ولی خب خدمات رضا شاه رو هیچ کس نمیتونه فراهم کنه. ببینید ما جناب سعودی، ما در سال 1906 6 میلادی برابر 1285 انقلاب مشروطیت به ثمر رسید. ما به یک باره از سلطنت دیکتاتوری به پادشاهی پارلمانی رسیدیم. ملت سوئد در عرض 200 سال این مرحله طی کردن، در عرض 200 سال، حالا 200 سال دقیق نمیگم، در عرض زمانی بسیار طولانی از دیکتاتوری سلطنت به پادشاهی پارلمانی رسیدن و هیچ انقلابی نکردن، مرحله به مرحله به اینجا رسیدن و دموکراسی سوئد سرآمد بر بین همه دنیا. ولی ما وقتی که یک دفعه از سلطنت دیکتاتوری به پادشاهی پارلمانی رسیدیم، ببخشید من خودم میگم، ما آمادگی و شایستگیشو نداشتیم. لازمه یه دموکراسی اینه که باید آگاهی باشه، امنیت باشه و مختصر رفاه باشه. برای ما نه آزادی بود، نه ببخشید، نه آگاهی بود، نه امنیت بود. اینا رو کی باید فراهم کنه؟ آقای مینوی 57 سال حکومت، اینا رو کی باید؟ اجازه بدین، دوستان تازه اومدن، آقای امیر حسین لادن که ایشون هم محققن، هم پژوهشگرن، هم نویسنده هستن و یادم باشه درود میگم، بله، یکی از کتاباشون رو برای شما ارسال کنم. ایشون نوشتن که تیمورتاش با قرارداد نفت مخالف بود و قصد تغییرات اساسی داشت، انگلیس با دسیسه برنامه‌ریزی کرد تا رضا شاه او را کشت. آقای مهران احتشامزاده که خواننده جوانی هستن از آلمان، نوشتن که ایشون خودکشی کرد چون برای ایشون خیلی چیزهایی که در رژیم بود قابل قبول نبود. من باور نمی کردم آقای مهران به این جوونی تاریخ رو از من بهتر بدونه، آفرین به شما. ایشون میگه که و ایشون ترجیح دادن خودشون را بکشن، چون اگر به این کار نمی کردن، چون به فارسی انگلیسی نشتن، یکم برای من خوندنش مشکل، می کشتنش چون خیلی چیزها رو فهمیده بود، یه سری بده بسون ها رو و حق کشی ها رو. آقای سلیمانی میگن فارسی روزمره را فروغی به رضا شاه یاد داد. رضا شاه میگفت سیوم
که فروغی او را تصحیح کرد که سوم درست است. من خودم بارها تو برنامه گفتم از اون چیز کمی که از تاریخ میدونم میبینم که رضا شاه تا موقعی که جوان بود و میدونست که همه چیز رو نمیدونه و دانشمندان و اونایی رو که دانا بودن دور خودش جمع کرد، آدم موفقی بود، ایران رو ساخت، کشور رو ساخت. از زمانی که قدرت گولش زد، اون موقع سلسله پهلوی رفت به روی نابود شدن. و ضمناً من شنیدم که رضا شاه گهگاهی مشروب میخورده، ولی اون چیزی که مهمه تریاک کشیدن ایشون بوده که اون موقع توی ایران رسم بوده. هنوزم بعضی ها میگن بالای 40 سال یکم تریاک بکشی بد نیست. اصلا یه دلیل قوی بودن ایشون اینها همین بوده و معروفه که میگن صبح ایستاده وای میستاده به اصطلاح اون تریاک و وافور رو میکشیده میرفته. شوهر عمه من تا آخر عمرش، چون اینها آسیاب داشتن و گونی های بزرگ رو جابجا میکرد، ولی هر روز عصر وقتی میومد خونه باید منقل و وافورش به پا بود. شاید منم آقای مینوی شروع کنم وافور بکشم، بلکه یکم حالم بهتر بشه. شما هیچ وقت امتحان کردید؟ ببخشید میپرسم، شما میتونید بگید بله نه یا اصلا جواب ندید. منم شاید یه لب زدم ولی در من هیچ اثری نداشت، هیچ لذتی ازش احساس نکردم. خوشم میاد که آقای مینوی خیلی راستگوه، من از ایشون واقعا ممنونم. باز آقای لادن مینسن داور سیستم دادگسترش را در ایران برپا کرد و تنها ربطی که به رضا داشت این بود که در زمان او بود. پس از کشته شدن تیمورتاش و نصرت الدوله او هم خودکشی کرد. بفرمایید آقای مینوی. و من جناب سر برنامه هم دیگه اینجا باید تموم کنم. میدونم، بله بله. اگر دوست دارید که باز دوشنبه بعد بیاین، دوستان زودتر بیان سوالاشون رو مطرح کنم، من تا جایی بدونم جواب بدم. و یه چیز بگم جناب صوفی، تمام تاریخ ایران نوشته شده، فکر نکنید که نوشته نشده. بله نه، دلیل این که میگم چون این آقای جوونی که گفتید از خودکشی داور یا دق مرگ داور اطلاع داره، خب خونده اون وقت که نبوده خودش که. شاید من منظورم درست نتونستم بگم. تاریخ ها رو وقتی میخونید نوشته این با نوشته اون فرق میکنه. همین که شما مثلا میگید این خودکشی کرده، اون یکی میگه که به اصطلاح دق مرگ شد، اینا نشون میده که ما یه تاریخ رسمی یه جا نداریم که مثلا از طرف دولت منتشر شده باشه که بشه. من الان یه بریده یه مجله رو داشتم، هر چی گشتم الان پیدا نکردم، که نقل از دوران اون همون دوران انقلاب میکنه. شاه میگه که این بی بی سی داره واقعا قوغا میکنه، یه همچه عبارتی. یعنی شاه اصلا شکایت کرد به سفیر بریتانیا که آقا این بی بی سی چرا اینقدر همش بر علیه ما میگه. مسئله خبر دادن نبود، مسئله خبرها رو دست جمع کرد بی بی سی. ببینید، به قول یه دوست مجاهد ما میگفت، یه نفر میاد توی تلویزیون شروع میکنه به رژیم بد گفتن بد گفتن بد گفتن بد گفتن تا اعتماد مردم رو جلب میکنه. وقتی اعتماد مردم رو جلب کرد، اون دوست مجاهد میگفت، گفت وقتی اعتماد جلب کرد 90 تا بر علیه رژیم حرف میزنه، 10 تا بر علیه مجاهد حرف میزنه. منتها چون اعتماد مردم بهش جلب شده، اون 10 تا رو بعضیا باور میکنن، در حالی که از اول مأمور رژیم بوده. توجه برده میکنه بی سی؟ خب راست، خیلی خبر راست میگه، ولی که اون دروغاش اون وسط غالب کنه. بله، ممنونم آقای مینوی. میدونم که شما برنامه بعدی دارین در تلویزیون دیگه. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. امیدوارم که شما رو در برنامه‌های آینده داشته باشیم. یه جوری باشه که دوستان به جای اینکه اینجا بنویسن با تلفن با شما تماس بگیرن تا اونجوری بتونید خودتون مستقیما تماس بگیرید. ضمناً شما فیسبوک دارید دیگه نه؟ من زیاد فیسبوک استفاده نمی‌کنم. میدونم. بله. بله، من ممنونم از شما. بله، یادم هست که داشتم. دارم می تلگرام میبینم. بله، خیلی ممنون از شما. به اصطلاح اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدارتون در برنامه آینده. سپاسگزارم از جناب سربی عزیز، سپاسگزارم از بینندگان این تلویزیون که با علاقه توجه کردن و اشکالات منو گرفتن. خیلی از همشون ممنونم. ممنون و متشکرم. ضمناً آقای مهران از آلمان میگه که احتیاجی به تریاک نیست، آلمانی ها چغندر میخورن، 85 ساله هم دارن دوچرخه سواری میکنن. آقای مینوی هم بهشون تبریک میگم، با وجود که 80 سالشون هست ولی دیدم که هر روز کار میکنن. این خودش یه خاصیت خوبه، کار کردن هم مثل ورزش کردن. مرسی آقای مینوی که با ما بودی. سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای مینوی بودیم از
هیستن تگزاس، و شما میتونید با شماره تلفن، بذارید شماره تلفن ایشون رو اینجا بنویسم، اوورلی 6 فکر کنم باشه، براتون میگم 281 835 3063، تماس بگیرین براشون پیغام بذارین. آقای لادن میگن که مشکل ما داشتن و نداشتن کتاب تاریخ نیست، مشکل ما کمدانی است. من فکر کردم میخوان بگن کم خواندن است و منظورشون به منه، در رفتم فعلا. شانسی، خیلی ممنون. بله، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. ممنون و متشکرم از آقای لادن، و ایشون رو جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک خواهیم داشت به احتمال 99%. اون 1% ممکنه براشون کاری پیش بیاد یا کاری داشته باشن، چون از قبل باشون به اصطلاح ردیف و هماهنگ نکردن. برنامه آقای مینویرم تا 1-2 ساعت دیگه روی بایگانی میذاریم. اسم ایشون رو که تایپ کنین همون جوری که نوشته بودیم، پرویز مینویی، میتونید ویدیوهای ایشون رو چه الان چه از سالها پیش که با تلویزیون مردم بودن ببینید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه آقای ارشاد، با برنامه کانون آوا، با ویدیوی آقای لادن، با ویدیوی سربی با مردم، و با برنامه آقای مینویی. مرسی.